در این آموزش قصد داریم با نمودار دایره‌ای آشنا بشیم. برای شروع دستور ریستارت رو تایپ می‌کنیم، نقطه ویرگول و اینتر رو می‌زنیم. پکیج استاتیستیکس رو به داخل برنامه بارگذاری می‌کنیم. بیت نقطه ویرگول و اینتر. محتوای پکیج استاتیستیک به ما نشون داده میشه. دستوری که در نرم افزار میپل برای رسم نمودار دایره‌ای قرار داده شده دستور پای چارت هست که به عنوان پارامتر ورودی و اجباری یک سکانس رو دریافت میکنه. بنابراین ما نیاز داریم که یک سکانس رو تعریف بکنیم. من تعریف میکنم A، دو نقطه مساویه، براکت باز، براکت بسته، نقطه ویرگول، و در داخل اون تعریف میکنم 1، 2، 3، 4 و 5. یک سکانس تعریف کردیم، اینتر میزنیم. دستور پای چارت رو تایپ میکنیم و به عنوان پارامتر اجباری اولیه A رو میدیم، نقطه ویرگول در انتها و اینتر. میبینیم که نمودار دایره‌ای برای ما رسم میشه که هر کدوم از اون قطاعها یا سکتورها اندازه های مساوی با هم دیگه دارن. دلیلش اینه که ما در اون سکونسمون تعریف کردیم 1، 2، 3، 4 و 5 و هر 5 تاشون فراوانی های یکسانی دارن. در صورتی که ما موس رو ببریم و اون سکونس A رو اصلاح کنیم، برای مثال من 1، 1 در کنار اینا قرار میدم، یعنی فراوانی 1، 2 تا میشه و بقیهشون یه دونه ازش وجود داره و اینتر میزنیم. موس رو در کنار دستور پای چارت قرار میدیم و اینتر میزنیم. میبینیم که وقتی که فراوانی عدد 1 رو زیاد کردیم در نمودار متناظرش قطاع بزرگتری هم بهش اختصاص داده شده. حالا با یک سری تنظیمات اختیاری نمودار پای چارت میخواییم آشنا بشیم. ما یک سکونس دیگه تعریف میکنیم به اسم B، دو نقطه، براکت باز، براکت بسته، نقطه ویرگول. در داخلش تعریف میکنیم با استفاده از دستور سکونس، پرانتز باز، پرانتز بسته، میگیم که I برابر با SQRT I کاما I مساوی از مثلا 1 تا 15. میریم در انتها و اینتر میزنیم. میبینیم یک سکونس برای ما ایجاد میکنه از SQRT 1، SQRT 2، SQRT 3 تا SQRT 15. حالا دستور پای چارت رو تایپ میکنیم و به عنوان پارامتر ورودی B رو میدیم. میریم سراغ پارامترهای اختیاری. در صورتی که ما بخوایم زاویه‌ای که نمودار دایره‌ای رسم میشه 360 درجه نباشه، مثلا 270 درجه باشه، از دستور سکتور استفاده میکنیم. سکتور رو می‌نویسیم، مساوی قرار میدیم، تعریف میکنیم مثلا از 0، 2 نقطه به معنی تا 270. این باعث میشه که فضا در ناحیه 0 تا 270 درجه بهمون نشون داده بشه نمودار دایره‌ای. کاما میزنیم. در صورتی که بخوایم به صورت نمودار حلقوی باشه، یعنی داخلش توخالی باشه، از دستور انیولر استفاده میکنیم و پرانتزمون رو میبندیم و نقطه ویرگول رو در انتها قرار میدیم، اینتر میزنیم. میبینیم که یک نمودار حلقوی در بازه زاویه 0 تا 270 درجه برای ما رسم شده. در صورتی که ما بخوایم رنگ رو تعریف بکنیم برای این نمودار، میتونیم
از دستور کالر استفاده کنیم و در تنظیمات اختیاریش قرار بدیم. من موس رو در کنار دستور پای چارتی که تایپ کردیم میبریم، کاما میزنیم و کالر رو تعریف میکنم مساویه. تعریف میکنیم مثلا طیف رنگ باشه از رنگ قرمز دو نقطه به معنی تا رنگ مثلا سبز و اینتر میزنیم. میبینیم که محتوا رو صورت یک طیف رنگ بهمون نشون داده. در این آموزش با رسم نمودار دایره‌ای آشنا شدیم.